خدمت خالصانه برای من یعنی از یاد بردن علایق خود و تلاش برای شناختن نیازهای جامعه و وقف زمان و قابلیت‌های خود برای برآوردن اون نیاز. یعنی به جای فکر کردن به منفعت شخصی، به رشد جامعه و کسانی که در اطرافمون هستن فکر کنیم. در رابطه با این سوال، یعنی نقش جوانان در جامعه، باید بگم که ما به عنوان جوان باید از خود گذشته باشیم و به انسان‌ها خدمت کنیم. این خیلی مهمه. با این روش به عنوان فرد به رشد و تکامل میرسیم. و در این حال جامعه هم پیشرفت میکنه. فکر میکنم تلاش برای بهبود و وضعیت دیگران بالاترین نوع خدمته. به اشکال زیادی میتونیم خدمت کنیم. با آموزش به دیگران خودمون هم مطلب رو بهتر درک میکنیم. مثلا کودکانی هستن که به کمک احتیاج دارند. ما فقط باید اونا رو آموزش بدیم. با این کار اولا دانش خودمون بیشتر میشه، همینطور اونا هم بهتر میشن و قابلیت‌های خودمون هم افزایش میدیم و حتی خودمون هم میتونیم بهتر بشیم. اینطوری هم شما بهره میبرید و هم اونا بهره میبرند. وقتی خدمت میکنی دیگه نمیتونی اونقدر خودخواه باشی. این همون چیزیه که ما به عنوان خدمت خالصانه شناختیم. از طریق خدمت میتونیم رشد کنیم. ما نه تنها از کسانی که داریم اونها کمک میکنیم، بلکه درباره خودمون هم میتونیم یاد بگیریم. چون خصوصیات و قابلیت زیادی کسب میکنیم و درباره خودمون هم به عنوان یه فرد یاد میگیریم. ما در جامعه ای زندگی میکنیم که خودمحوری ویژگی اصلی اونه. جامعه‌ای که خودبینی رو از ابتدای زندگی به ما القا می‌کنه. اگه این رو با اصل خدمت خالصانه مقایسه کنیم، اون وقت میشه دید که تفاوت بزرگی وجود داره. یعنی وقتی که خالصانه خدمت می‌کنیم، به مرحله‌ای می‌رسیم که از یه چیز کم ارزش می‌گذریم تا به یه چیز با ارزش‌تر برسیم. etwas kleineres aufgeben für etwas höheres. باید تلاش کنیم اعمالمون خالصانه باشه، چه در هنگام کار و تحصیل، چه موقع شرکت در پروژه ها. اگه کاری که انجام میدیم خالصانه باشه، همین خودش خدمتی به اجتماعه. این یعنی اینکه میتونم برای دیگران سودمند باشم. وقتی کسی به کمک نیاز داره، ما باید به عنوان یک جوان برخیزیم تا با اون کمک کنیم. ما باید با هم خدمت کنیم و نه فقط این، بلکه باید همیشه به دنبال راه‌های برای کمک به دیگران باشیم. همکاری باعث میشه انسان یه چیزی به دست بیاره، به خصوص موقع مثلا خدمت کردن. منظورم اینه که نمیتونی وارد جامعه بشی و بگی من میتونم به تنهایی کار کنم. ما باید به صورت جمعی کار کنیم تا بتونیم تغییری ایجاد کنیم. ما به روشنی این بینش رو داریم که عاملان تغییر هستیم. ما میخوایم از طریق عناصر تحصیل، تعامل و خدمت در تغییر ساختارهای جامعه سهیم باشیم. پس تا زمانی که نعمت خدمت رو در اختیار داریم، میتونیم خودمون رو به صورت فردی مجهز کنیم و به تغییر زندگی جمعی بشری کمک کنیم. از طریق کارهای واقعی و ملموسی مثل برگزاری کلاس‌های کودکان، گروه‌های نوجوانان و فعالیت‌های دیگه است که میشه به دگرگون کردن زندگی یک جامعه کمک کرد. وقتی این صحنه رو تصور می‌کنی که یک نفر به انسان‌ها خدمت می‌کنه، اون می‌تونه چیزای کوچیکی رو تغییر بده. اما وقتی انسان‌های بیشتر و بیشتری به او بپیوندن و زمانی که شاید همه جهان در جهت بینشی واحد با همدیگه همکاری کنن، می‌تونیم با همدیگه جهان رو تغییر بدیم و به هدفمون که صلح و وحدت انسان‌هاست نزدیک‌تر بشیم.